سلام بچه ها، صبح شما بخیر. حالتو خوب هم دارید؟ سلامتی؟ انشالله که تندرستتون خوش، سالم و فبرا باشید، سرحال باشید، تندرست باشید و هم خودتون هم خانواده های محترمتون. خب بریم سراغ، چون چند لحظه هم از وقت اون گذشته کارونم تا این ریاض زمان وقت اون کمه، به هم قدر سری بریم. بچه ها قرار بود که ارسال وایس عکس انشاتون رو بفرستید، هفته قبل نفرستادید، خیلیاتون نمره ندارید، متاسفانه انجام ندادید، نمرتون هم صفر میشه. اونایی که نفرستادن و ما دیدیم نمرشون رو بهشون دادیم، این یکی. بعد امروز درس فارسی که درس میدیم، بعدش انشاءالله برای بعد از ظهرتون چند تا سوال میفرستیم به عنوان کار توی کلاستون یا کار توی خونه هست که مثل کارهایی توی کلاس زمانی که شما توی کلاس حضور داشتید، اینو به عنوان ازم بزرگ شما کارتون به حساب بیاریم. حتما بنویسید اینا رو، جوابشون رو برام بفرستید توی دفتر، توی دفتر ازم بزرگتون فارسیتون، توی صفحه سوالات رو بنویسید، جوابش هم بنویسید. سوالات هم بنویسید و یه تصویر ازش بگیرید برام بفرستید. حتما اینو فراموش نکنید. بعد از دو از درسی که امروز درس میگیم فارسی، اینا براتون میفرستیم. حتما زحمت بکشید یه تصویری از سوالات یا پاسخنامه بفرستید برام توی برنامه شاد یا برنامه واتساپ، هر کدومش که شما راحت‌تر هستید و میتونید راحت‌تر پاسخ بدید. این یکی یه بار دیگه تکرار کنیم موضوع. عرضم به حضورتون در مورد درس جدید که درس میدیم، از درس جدید چند تا سوال میفرستیم بعد از ظهر براتون توی برنامه شاد و برنامه واتساپ. شما توی دفتر فارسیتون از حالا بعد دیگه درس به درسی که ما درس میدیم چند تا سوال از هر درس میفرستیم براتون. شما پاسخ سوالات رو بنویسید تو دفترتون و یه عکسی ازش بگیرید برام بفرستید. به عنوان کار کلاسی شما محسوب میشه دیگه، چون شما وقت ندارید که توی کلاس و همه کارهایی که باید توی کلاس انجام بدید یا ما سوال بکنیم توی کلاس ما وقت نداریم. به همین خاطر حتما شما اینو توی خونه انجام بدید و برامون بفرستیدش. خب بریم سراغ حضور غیاب آقای اسکندری که تشریف داره، آقای بهرانی، آقای بهرانی، آقای اسکندری، بله آقای بهرانی هم که تشریف داره. خب آقای بناری نمیبینمش. آقای بناری، آقای پیراسته که هستش، آقای سنایی هم که هستش، آقای حیدری، محمد مهدی، بله حیدری تشریف داره، آقای خدری که هست، آقای راشدی، بله بسیار خوش آمدید، آقای رحیمی، آقای رحیمی، آقای سرور، بله امیر محمد، آقای فاطمی راد، آقای قاسمی، بله آقای فاطمی هم تشریف داره، آقای قاسمی هم هست، آقای قنبری، آقای کمالی هم که تشریف داره، به به، آقای کهنسال، آقای لاریدشتی و آقای کهنسال. پس امروز تا الان آقای لاریدشتی، آقای کهنسال و آقای رحیمی با آقای بناری غایب هستن. این چهار نفر غایب هستن، ما بقیه حضور دارم. بریم سراغ درس ششم که هفته قبل راتون گفتیم، درسته؟ چی درس هفتم هفته قبل راتون گفتیم و سریع بریم عرضم به حضور شما روش بخونیم، یه چند نفر از دوستان بخونن و رد شیم. خب
آقای خب آقای بهرانی شما میتونید رو بخونی الان میکروفون تو رو باز میکنم بخون بی زحمت آقای بهرانی رو درس هفتم آداب نیکان بخون درس آداب نیکان سری بخونید که میخوایم سری رد شیم ازش تمریناش هم بنویسیم یه توضیح مختصری هم در موردش بدیم خب آقای بهرانی تا بخواد آماده بشه آقای پیراستا بخونه آقای پیراستا شما آمادگی داری بخون سلام عزیزم خوبی صبح شما بخیر آقا مهدی گل آقا مهدی شروع کن بخوندن از رو درس هفتم آداب نیکان ممنون خب همین جمله رو توضیح بده توضیح بده این متن نثر قدیمه توضیح بده به نثر امروزی درسته؟ از شهر بیرون رفت و مریضان از پی او میرفتن آها بارک الله به او از شهر بیرون رفت و شگردان شخص سوم و دنبالش میرفت احسن بارک الله میگه مریدان از پی او میرفتن تو این جمله نهاد چیه؟ بارک الله فعل میرفتن پی او چیه پی؟ چه نقشی داره؟ چرا؟ باریکلا احسن بر آقای پیراسته ممنون نفر بعد آقای سنایی میخونه گوش کنید بچه ها باریکلا آقای پیراسته آقای سنایی بخون سلام جانم بفرما اینو بهلول بخون بهلول یعنی چی؟ یعنی چی توضیح بده یعنی چه؟ آها بله خب چی میگی؟ باریکلا تو با او چه کار داری؟ ممنون خب میگه او مرد دیوانه ای است درسته؟ خب نهاد جمله‌مون چیه؟ او مرد دیوانه ای است نه نهاد او هست او ما داریم در مورد او حرف میزنیم او میشه نهاد خب فعلمون چیه؟ اصده باریکلا فعل است بود شد گشت کار انجام نشون نمیده اینجا یه حالت داره به ما نشون میده یه حالتی نشون میده وقتی که یه حالتی نشون میده میگیم تو جمله ما مسند هست مسندی کلمه ای که به نهاد نسبت داده شده خب الان تو این جمله او مرد دیوانه است چه چیزی مسند میتونه باشه؟ مرد دیوانه خب آقای ممنون آقای حیدری میخونه آقای حیدری خب میکروفونت باز آقای حیدری شروع کن خواندن آقای حیدری آره پیراسته خاموش میشه الان آقای حیدری بخون
که داری بخون. هر کی رو صدا زدیم نخون نمره نمیگیره. آقای هیدری خب آقای خدری میخونه، نفر بعد آقای خدری. سلام جانم، حالت خوبه؟ علی رضا بخون ادامه شو. توضیحش هم بده، توضیح هم بده. ممنون. خب میگه که بهلول جواب سلام او را داد. بهلول جواب سلام او را داد. نهاد جمله؟ فعل؟ فعل فعل. بله. خب شما بگو که او چه نقشی داره؟ او چرا؟ بله مفعوله، چون بعدش علامت مفعولی را اومده، یکم کار روی صورت گرفته، رو او جواب سلام اونو داده، پس بنابراین کار روی اون صورت گرفته، پس مفعول به بخشی از جمله میگیم که کار بر روی اون صورت گرفته باشه. ممنون از علیرضا. نفر بعد آقای راشدی میخونه، گوش کنید. آقای راشدی سلام، صبح خیر. عبدالحسین خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. عبدالحسین ادامه علیرضا را بخون. عبدالحسین جمله جمله که میخونی توضیح هم بده. باریکالله. باری طعام خوردن خود را میدانی؟ یعنی چی؟ حتما طرز غذا خوردن میدونید، از این سوال میکنی، میگه آیا طرز غذا خوردن میدونی؟ بله بله لقمه کوچیک برمیدارم. بله پس تا همینجا کافیه. بنابراین میگه که بله من آداب و بلد هستم، اولا که بسم الله میگم، بعدش هم جلو خودم دست میکنم لقمه رو برمیدارم، بعد جلو دیگران دست نمیکنم، عرضم به حضور شما لقمه های کوچیک برمیدارم که توی گلون گیر نکنه. خب اینه که میگه بهلول بلند میشه. خب تو جمله لقمه کوچک برمیدارم، لقمه کوچک بر میدارم، خب نهاد چیه؟ لقمه. لقمه؟ خب نه، اینجا نهاد من بوده که حذف شده، نهاد من بوده که کی میگه؟ شیخ جنید میگه.
شیخ جنید میگه من لقمه کوچیک بردارم، داره در مورد شیخ جنید. شیخ جنید میگه لقمه کوچیک برمیدارم. پس ما داریم در مورد حرفمون در مورد شیخ جنیده. پس بنابراین بعضی وقتا نهاد هست میشه، ما باید نهاد خودمون سر جاش قرار بدیم و بشناسیم که چه چیزی میتونه باشه. پس بنابراین اینجا هست شده نهاد، بنابراین من بوده یا همون شیخ جنید بوده که ما باید خودمون به جاش قرار بدیم. خب برمیدارم چیه؟ بارک الله. زمان این فعل کیه؟ بله؟ زمان حال گذشته آینده. خب چیه زمانش؟ زی؟ حال. بارک الله. خب لقمه کوچک چی میشه اینجا نقشش؟ نقشش چی میشه؟ باریکلا نها کنی بچه ها، اینجا راه نداره، اینجا راه نداره، اما ما میفهمیم که کار روی لقمه کوچک انجام گرفته. پس بنابراین لقمه کوچک میشه مفعول ما. پس دقت داشته باشید، لقمه کوچک مفعول میتونه باشه، علامت مفعولی راه هم نداره، ولی ما باید از روی جمله بشناسیمش. پس شیخ جنید یا من میشد عرضم به حضور شما نهاد ما، لقمه کوچک میشه مفعول ما، فعلمون برمیدارد، برمیدارم، زمانش هم زمان حاله یا همون مضارع یا حال. خب ممنون از عبدالحسین، خداحافظ. آقای رحیمی میخونه، آقای رحیمی هم به نظرم نباشش تو کلاس. آقای رحیمی هستش؟ خب میریم سراغ آقای سرور. آقای سرور ادامه شو بخون. امیر محمد میکروفونتون بازه. امیر محمد امیر محمد سلام، حالت خوبه؟ امیر محمد ادامه شو بخون. اونجا که گفت لقمه کوچک بر میدارم، بولول برخاست و فرمود. بله، تو میخوایی مرشد خلق باشی؟ توضیح بده. باریک الله. ادامش هم بخون. بله یا شیخ، این مرد دیوانه است. باریک الله، تا همینجا کافیه. خب این مرد دیوانه است، این مرد نقشش چیه؟ نهاده. باریک الله. دیوانه چیه؟ دیوانه کدومش میتونه باشه؟ چرا مسنده؟ باریک الله. دلیلش اینه که فعل استه، فعل است، بود، شد، گشت، گردید، درسته؟ بله، نگاه به فعل بکن، فعلتون استه دیگه. پس استم فعل اسنادی هست، به همین خاطر مسند هست. ممنون از آقای سرور. آقای فاطمی راد ادامهش میخونه. آقای فاطمی بخون. آقای فاطمی
آقای قاسمی بخونه. تاها سلام رحمت الله، ممنون. صدا ضعیفه یکم. آره الان خوبه، الان خوبه، باریک الله. بخون. خب همین هایی که خواندی توضیحشو بده. باریکالله. خب تاها جنید به او رسید، جنید اینجا چه نقشی داره؟ جنید نقشش چیه؟ نه جنید میشه نهاد، ما داریم در مورد جنید حرف میزنیم، پس جنید نهاده. خب او چیه؟ او جنید، او چرا؟ باریکالله، چون قبلش حرف اضافی به اومده. رسید، رسید زمانش رسید، گذشته. خب ممنون از تاها. آقای قمبری یاسر میخونه. یاسر بخونه ادامه شه. بله. نه به قدر فهم مستمعان بهلول توضیح بده همون جایی که خوندی، از همون جایی که خوندی توضیح بده. بله عرض کرد آری به قدر میگویم و بی موقع و بی حساب نمیگویم. بله یعنی چه؟ ها به قدر فهم مستمع چی؟ آها بله شنوندگان میگه به اندازه فهم درک طرف شنوندم حرف میزنم. اگه حرف مثلا آدم بزرگی مثل بزرگسالا باش حرف میزنم، اگه بچه کوچیکی مثل بچه های کوچیک باش حرف میزنم، اون بفهمه درکش کنه. بهلول تاام یعنی چه؟ باریکالله ممنون، آفرین. آقای کمالی میخونه الان، گوش کنید. آقا رضا بخون. خدا حافظ عزیزم. سلام و رحمت الله. آقا رضا گل، آقا رضا شما ادامه شو بخون صفحه بعد. جنید با دنبال او رفت تا بهلول رسید. بهلول گفت در
میدان نه آداب خوابیدن خود را میدانی؟ سوالش میکنه. آره تا همینجا توضیحش بده. ممنون. شما بگید که تو از من چی میخواهی؟ تو از من چی میخواهی؟ تو اینجا چه نقشی داره؟ نهاده. من چه نقشی داره؟ باریکالله. چرا؟ باریکالله. میخواهی چیه؟ بله فعل زمانش. باریک الله. ممنون رضا، دست درد نکنه. خیلی ممنون. خب میریم سراغ نفر بعد. آقای کهنسال هستش؟ آقای لاری داشتی؟ خب بریم نفر آقای بهرانیش. یه بار دیگه میکروفون رو باز میکنم بخون. آقای بهرانی. علی آقا بخون اینو. آقای بهرانی. خب جانم. علی آقا بخون. بله صداتو داریم، بفرما. صفحه دومی، سطر سوم. آری میدانم. ممنون. خب میگه تو از بحر خدا مرا بیاموز. یعنی چی؟ یعنی از بحر خدا، یعنی از آفریدهای خدا، از سرخدمت کرده مرا. نه نگاه کن، میگه تو از بحر خدا مرا بیاموز. علی پس نگاه کن، میگه حالا من خودم دیگه قانع شدم، میگه تو به خاطر رضای خدا هم کشیده به ما یاد بده، من دیگه اینجا دیگه هستم و میفهمم که اشتباه کردم، نمیدونم حالا اینایی که من نمیدونم تو به خاطر رضای خدا هم کشیده به من بیاموز. خب علی آقا میگه این جمله بود که الان خودت خوندیش. من نمیدانم. نهاد داره؟ چیه؟ من. خب فعل نمیدانم. نمیدانم زمانش گذشته، حال آینده. بله پس نمیدانم زمان حاله، اما چون نه اومده اولش منفیش کرده، درسته؟ ممنون از علی آقای بهرانی، دست در نکنه. ممنون، دست شما در نکنه. خب بچه ها میریم سراغ تمرین نوشتن. بیارید تمرین نوشتن درس رو بیارید. خب تمرین نوشتن رو بیارید. خب تمرین نوشتن که براتون نگفتیم، الان براتون توضیح میدیم، شما لطف بکنید یادداشت کنید.
خب بچه ها تمرینی که بعد از ظهر براتون میفرستن، سوالاتی که از درس میفرستن براتون حتما انجام بدید. خب تمرین یک گفته چی؟ تمرین یک گفته کلماتی که توی درس وجود داره با حرف عین و غ و ز و ز دست و دالزال هست رو بنویسید. خب شما هم تو درس باید بگردید و این کلمات پیدا کنید. کلمات به این صورت هم خیلی زیاد هستن. خب بریم سراغ اول حروف می نویسیم بالا. اینو خودتون ما یکی چند تاشو می نویسم شما بقیش رو انجام بدید. عین بعد غ ز و دالزال. خب نگاه کنید، شما اخوی عین هست کلماتی رو که با عین هم بنویسید. مثلا عارفان، نگاه کنید، این برای املاتون خیلی مهمه، حتما اینا رو بنویسید که تو ذهنتون بمونه. خب عرض، نگاه کنید، غ ز و عرضم به حضور شما دالزال هم که هست. خب عرض هم با تو عین هست هم تو زه هست. بعد خب یه چند تا بنویسیم که فقط شما بفهمید. طعام، نگاه کنید، طعام، مستمعان، مستمعان. بعد کلماتی که اینجا هست بازم عرضم که هست، حضرت، حضرت. خب این بخش بغض، بغض، بغض. ذکر، ذکر. دعا، دعا. بچه ها دعا هم هست. خب همین چند تا رو ما می‌نویسیم، مابقیش خودتون حتما بگردید پیدا کنید. دانش آموزان چیزی ننویسید با هم دیگه، چت نکنید که قطع میکنم اینو، چت رو میبندم. پس فقط این مطالب رو یادداشت بکنید. خب برید سراغ سوال بعدی. گفته در متن زیر گروه های اسمی را بیابید و هسته هر یک را مشخص کنید. انسان موجودی اجتماعی است. نگاه کنید، موجودی اجتماعی، موجودی اجتماعی. موجودی اجتماعی، موجود میشه هسته، این هم میشه وابسته. بعد کلمه بعدی جامعه و جامعه، هنجارهای فرهنگی، هنجار، هنجار هسته هست، فرهنگی هم وابسته. سنت های اعتقادی، سنت های اعتقادی، سنت میشه هسته، اعتقادی هم وابسته. ارزش های خاص، ارزش های خاص، ارزش میشه هسته، خاص میشه وابسته. وابسته چون بعد از هسته اومده، بچه ها بهش میگیم وابسته پسین، چون بعد از هسته اومده به همین خاطر بهش میگیم وابسته پسین. خب برای خواندن درست و مناسب متن آداب نیکان چه لحنی باید به کار برد؟ بچه ها دو تا متن داشتیم توی درسی که خوندیم، حواستون باشه درس اول بود و درس چی؟ متن اول بود و متن دوم. برای متن اول، برای متن اول به صورت لحن داستانی میخونیمش. متن اول لحن داستانی و گفتگویی. متن دوم که به صورت گزارشی میخونیمش، به صورت گزارشی میخونیمش برای شنونده هم راحت‌تر باشه، هم بهتر بتونه درکش کنه و بفهمش. خب بریم سراغ خودشناسی. بخش بعدی رو بیارید بچه‌ها. حکایتی هست اینجا، حکایت خودشناسی.
بله داستانی یا روایی هم میگن درسته؟ خب آقای پیرسته شما میخوای بخونی؟ میخوای بخونی آقای پیرسته؟ خب آقای پیرسته الان میکروفونت باز میشه بخون. بله آقا مهدی میخونه. سلام سلام عزیزم، خوبی؟ خسته نباشی، قربانت، بخون. ممنون. خب مهدی کلماتی که یکم از نظر معنایی سخته هم توضیح بده. جولاهه به کی میگن؟ جولاهه به بافنده میگن. بافنده بنویسید، حتما معنی کلمات یادداشت کنید. خب درسته؟ آها بله درست. بله پس بنابراین همونجور که دوستتون آقا مهدی داره میگه، میگه یک بافندهی به وزارت میرسه، وزیر میشه. هر روز که میخواسته بره توی وزارت خونه، صبح زود که بلند میشد کلید اون کارگاه قبلیش که بافندگی بود و ور میداشت، میرفت توی اتاقش مینشست، یک نیم ساعتی کاری انجام میداد و بعد میرفت توی دربار و پیش پادشاه. خب بخون. آه خاطر به آن شد چیه؟ خاطر به آن شد یعنی چی؟ خاطر به آن شد یعنی کنایه هست. کنایه از اینکه یه سوء تفاهم پیش اومد که این وزیر چیکار میکنه که صبح میره داخل اون کارگاه با پندگیشو میاد. درسته؟ بله خب آها بله میگه به خاطر همین که سوء زن پیش نیاد، میگه یه روزی پادشاه خودش هم دنبالش میره داخل اون اتاق و میبینه تا مثل بافندگانی که رنگ رزی رو انجام میدن، نخارا رنگ میکنن، داخل اون اتاق وایساده یا اون جایی که داره بافندگی میکنن وایساده و مثل زمانی که بافنده بوده کارهای خودش رو انجام میداده. بله درسته. اینجا دولت به معنای داراییه. این دارایی که من دارم، این مقامی که من دارم. بله یعنی چه؟ ما از اول خود فراموش می‌کردیم که چه مونیم و الان
آها میگه پس من اصل نسب خودم اون شغل خودم کار خودم رو فراموش نکردم که الان که چون وزیر هستم دیگه بگم نه چون اون گذشته هامو فراموش کرده باشم. نه اینجور نیست، من همون آدم قدیمی هستم، همون بافنده هستم، گرچه وزیر هستم اما همون آدم قدیمی هستم که در جولاهگان یا بافندگان کار میکرده. تا خود به غلط نیفتم یعنی چی؟ منظورش اینه که میگه به غلط نیفتم یعنی به قول معروف باد و هوای به قول معروف به قدرت رسیدن توی ذهن من نخواد منو به قول معروف قوتور بکنه و فراموش بکنم اصل و نسب خودم، اصل خودم، کار خودم، شغل خودم، شغل قبلی خودمو. درسته. احسان بر شما. بله ممنون. خب برگرفته شده از کتاب اسرار توحید محمد ابن منور که در شرح حال و سخنان ابو سعید و ابو الخیر محمد ابن منور نوشته که از نوادگان ابو سعید بوده، در مورد پدر بزرگ خودش توضیحاتی داده و نوشته هایی را نوشته. اما بریم درس هشتم رو میخونیم سریع ازش رد شیم و توضیحات هم میدیم. دوستان حتما گوش بگیرید، توضیحات هم براتون میدیم، معنیش هم انشاءالله براتون میفرستیم، ولی شما حتما بنویسید. یه چند تا سوال از این درس هشت هم براتون میفرستم، حتما باید پاسخ بدید، حواستون باشه. خارکش پیری با دلق درشت، پشته ای خار همی پرد به پشت. لنگ لنگان قدمی بر می داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت. که فرازنده این چرخ بلند، وی نوازنده دلهای نژند. کنم از جیب نظر تا دامن، چه عزیزی که نکردی با من. در دولت به رخم بگشادی، تاج عزت به سرم بنهادی. حد من نیست ثنایت گفتن، گوهر شکر عطایت سفتن. نوجوانی به جوانی مغرور، رخش پندار همی راند زدور. آمدن شکر گزاریش به گوش، گفت که پیر خرف گشت خموش. خار بر پشت زنی زینسان گام، دولت از چیز عزیزیت کدام. عزت از خاری نشناخته ای، عمر در خار کشی باخته ای. پیر گفتا که چه عزت زین به، که نیم بر در تو بالینه. که فلان چاش بده یا شامم، نان آبی که خورم و آشامم. شکر گویم که مرا خار نساخت، به خسی چون تو گرفتار نساخت. داد با این همه افتادگیم، عز آزادی و آزادگیم. خب بچه ها این شعری که اینجا خوندیم از جامی هست که در قرن نهم گفته شده، نورالدین عبدالرحمن جامی از شاعران و نویسندگان قرن نهم بوده. خب به خاطر اینکه در شهر جام ارزم بزرگ به دنیا میاد و شیخ احمد جام رو خیلی دوست داره، به همین خاطر جامی معروف میشه. دیوان شعری داره که شامل هفت مثنوی به تقلید خمسه نظامیه، میگن هفت اورنگ، و کتابای دیگه مثل نفحات الانس، بهارستان. حتما آخر کتاب رو نگاه کنید، به تاریخ ادبیات در مورد این شاعر رو بخونید. اما یه توضیح سری از روی این بدیم و رد شیم چون داره وقتمونم میگذره. خارکش پیری با دلق درشت، پشته خار همی برد به پشت. میگه یک آدم، چون یکی از شغلهایی در قدیم خار بوده، خار رو در بیابون جمع میکردن میبردن توی شهرها میفروختن. میگه خار رو جمع میکنه پیر مردی و میبرده توی شهر میفروخته. این خارکش پیر یه لباس پشمینه زخیمی هم پوشیده بوده و یه مشت خاری هم پشت کول زده بوده، داشت راه میرفته. همینطور که یواش یواش قدم برمیداشت،
خداوند رو شکر میکرد. هر قدمی که برمیداشت و راه که میرفت در حال شکرگزاری خدا بود و میگفت کی فرازنده این چرخ ماند، ای خدایی که این آسمان و زمین رو روشن میکنی، وی نوازنده دلهای نژند، ای خدایی که دلهای غمگین رو نوازش میکنی. نوازنده یعنی نوازش کننده بچه ها. فرازنده توی مصرع اول یعنی روشن کننده. نژند اینجی به معنی غمگین هست. پس میگه ای خدایی که دلهای غمگین رو نوازش میکنی. کنم از جیم نظر تا دامن، چه عزیزی که نکردی با من. میگه سر تا پامو که نگاه میکنم چقدر چه نعمتهای خوبی که به من نداده ای، ای خدای بزرگ چقدر به من احترام و ارزش برام قائل بودی که این همه نعمت رو به من دادی. خب کنم از جیم نظر تا دامن، بچه اینجا کنایه هست، کنایه از سر تا پای آدمه. میگه کنم از جیم نظر تا دامن، این سر کنایه از سر تا پامه. سر تا پامو که نگاه میکنم من اینو میبینم در خودم. در دولت به رخم بگشادی. دولت به معنی اینجا سرمایه هست. بچه ما الان اگر حرف از دولت میزنیم منظور رئیس جمهور با اون کابینه و وزراشه، اما در قدیم وقتی که حرف از دولت میزدن دولت منظور سرمایه ها بود و دارایی بوده. میگه ای خدا میگه به من چی دادی؟ دارایی به من دادی، تاج عزت به سرم بنهادی، مرا خوشبخت کردی، در بین بقیه موجودات من سرور بقیه موجودات هستم و همونطوری که میدونید انسان اشرف مخلوقاته. به همین خاطر میگه من خیلی عزیز و بزرگ هستم و از تو تشکر میکنم ای خدا. حد من نیست ثنایت گفتن، ای خدا میگه من در توان این که شما را راز و نیاز بکنم نیستم و نمیتونم این همه نعمتهایی که به من دادی رو چیکار کنم، یک به یک به قول معروف بشمارم و شکرگزاری یک به یک آنها باشم. بچه اینجا گوهر شکر عطایت صفتن منظورش ای که این شکرگزاری رو به دانه مرواری تشبیه کرده. همونجور که میدونید دونای تسبیح یا مرواری رو توی نخ میکنن و این دونه ها یکی یکی میشمارن. همین الان اگه شما تسبیح رو تو دست بگیرید و دونه هاشو بشمارید که هر دونه به قول معروف ما میشماریم یاد و ذکر خدا را بر زبان میاریم. حالا میگه اگر من بخوام تک به تک این نعمت هایی که به من دادی رو بخوام بشمارم چنین کاری از دستم ساخته نیست. نوجوانی به جوانی مغرور، از قضای نوجوانی هم که سوار بر غرور جوانی خودش بود از اونجا داشت رد میشد. رخش پندار همین رانز دور، از دور همطور که داشت میومد آمدان شکرگزاریش بگوش. صدای پیرمرد شنید، صدای پیرمرد شنید که داره با خدا راز و نیاز میکنه، خدا را شکر میکنه. گفت که ای پیر خرف گشته خاموش، ای پیر نادان خاموش و ساکت شو، چه با استادی های خدا را شکر میکنی؟ خار بر پشت زنی زین سنگام، یه مقدار خاری رو پشت کول گذاشتی و راه میری. دولت هستی، داراییت کو دارایی؟ کو بزرگوارید؟ عزیزیت کدام؟ کو بزرگواری شما؟ خب اینو کی بهش میگه بچه ها؟ اون نوجوان به پیرمر میگه. بعد بهش میگه عزت از خاری نشناخته ای، عمر در خارکشی باخته ای. تو هنوز فرق بین عزت بزرگی و پست و ذلالت و ذلیلی رو نمیدونی، عمر خودتو در خار فروشی و خارکشی به اینجا رسونده ای و پیر کرده ای. پیر گفتا که چه عزت زین به، چه عزتی چه بزرگی از این بهتر، به بچا یعنی بهتر، که نیام بر در تو بالینه، که به در خونی شما نیام بر گدایی بکنم، یا ای که کی فلان چاش بده یا شام، یا فلانی تو به من یه غذایی بده، ناشتایی بده، شامی بده، نهاری بده، نونی بدم، آبی به من بده، نان آبی که خورم و آشامم، یا به من یه نان آبی بده تا زنده بمونم. شکر گویم که مرا خار نساخت، به خسی چون تو گرفتار نساخت. من خدا را شاکرم به این خاطر که ذلیلم نکرد و به یه آدم پست و مثل تو گرفتار نشدم.
داد با این همه افتادگی هم از آزادی و آزادگی هم. با وجود فقر و نداری خداوند به من آزادی و آزادگی داده. بچه ها در قدیم آزادی به معنای شکرگزاری بوده. اگر امروز از قید و بند دیگران آزاد شدن معنی میده، ولی در قدیم آزادی به معنای شکرگزاری بوده و آسودگی بوده و راحتی بوده. منظورش اینه، میگه از آزادی و آزادگی هم، منظور اینه که من آزاد هستم، شاکرم که در قید به قول معروف بند دیگران نیستم، بنده و غلام دیگران نیستم. اینم از شعری که اینجا اومده بود. خب حتما درس خوب بخونید انشاءالله. در مورد این قالب بچه ها بالای شعر بنویسید، قالبش مثنوی هست. به شعری که هر مصرع آن، مثلا میخوام هر بیت آن دو تا مصرعش یک، بچه ها دقت داشته باشید، هر بیتش یک قافیه جدیدی داشته باشه، به این میگیم چی؟ مثنوی. بکنید بیت اول، مصرع اول و مصرع دومش قافیهشون مثل همه، بیت دوم باز قافیهاش مثل همه، بیت سوم همینجور و الی آخر. ما به این میگیم قالب مثنوی. این شعر در قالب مثنوی یا همون دوتایی که دوتا مصرع با هم دیگه هم قافیه هستن. بچه تو این شعر مثنوی شاعر چون تو هر بیتش میتونه آزاد هست و میتونه قافیه های جدیدی بیاره، به همین خاطر خیلی راحتر میتونه شعرشو ادامه بده و به صورت داستان هم بیان بکنه. داستان های بلند بیشتر به صورت مثنوی هستن و بعضی از شعرها تا 300-400 بیت هم میرسن. خب تا اینجا درس تو باشه، از درس سوالاتی رو براتون میفرستم، حتما اینا رو پاسخ بدید و پاسخش رو برام ارسال بکنید، جزء نمره کلاسیتون هم محسوب میشه، حتما توی ذهنتون بسپارید، حواستون باشه. خب بریم سراغ درس انشا. وقت داریم درسته؟ خب بچه ها بریم سراغ درس انشا هم نگاه کنید. خب در مورد درس سوم نگاه کنیم و بنویسیم. خب همونطور که میدونید خداوند به ما حواسی داده و یکی از حواسی که خیلی به ما میتونه کمک کنه حس بینایی هست و توی نوشتن هم حس بینایی خیلی به ما میتونه کمک بکنه. به همین خاطر بله خب بفرما علی رضا بفرما. آقای خدری جانم فرازنده یعنی روشن کننده. خب بله اینجا به معنی روشن کننده روز دیگه، صبح و روز. ای خدایی که زمین و آسمان روشن میکنی. نه اینجا نکن، به معنای روشن کننده میشه.
اونجا هم اونم معنی میده ها، اونم معنی میده که شما میگید، ولی اینجا با توجه به شعر که داره بیان میکنه جامی اینو میخواد بگه، میخواد بگه که ای خدایی که زمین و آسمان رو تو روشن میکنی. خواهش میکنیم. خب در مورد درس سوم دقت بکنید. خداحافظ شما. درس سوم میخواد بگه که ما نگاه کنیم و بنویسیم، یعنی که وقتی ما میخواییم انشای بنویسیم یا یه متن نگارشی بنویسیم با توجه به اون فرمولی که از کلاس هفت ما شروع کردیم بخوندن و چهار مرحله از کار نوشتن را باید رعایت بکنیم و بنویسیم. خب یکی از کاری که ما توی انشا می‌نویسیم اینه که بعد از اینکه یک موضوعی را انتخاب کردیم، این موضوع رو ما بیایم در بخش دوم یعنی بخش آغازین بیایم چیکار بکنیم، اینو در بخش آغازین بیایم این موضوع رو توصیف کنیم، بنویسیم یه تعریفی از اون موضوعمون بنویسیم. پس اولین کار انتخاب موضوع هست، دومین کار بخش آغازینه که پس ما موضوع رو انتخاب میکنیم، بعد از اینکه موضوع انتخاب کنیم بخش آغازین هست که بخش آغازین یه توضیح در مورد موضوع میدیم و میایم در بخش میانی. در بخش میانی هست که ما میایم موضوع اصلیمون که موضوع اولیمون بوده میایم به موضوعهای ریستر و کوچکتری تقسیم میکنیم. خب مثلا اگر اینجا موضوع اصلیمون مدرسه باشه، تو بخش میانی میایم مدرسه رو به موضوع کوچکتری تقسیم میکنیم، یکی در مورد مثلا کادر آموزشی مدرسه حرف میزنیم، کادر آموزشی از مدیر، معاون، دبیران و کسانی که توی مدرسه کار میکنن، این یک بندیشو در حد مثلا 3-4 خط اینجا می‌نویسیم، 3 خط می‌نویسیم. بند دومو میایم مثلا در مورد دانش آموزان می‌نویسیم و دانش آموزانی که توی مدرسه مثلا سینا دارن کار میکنن، اگه ما می‌خویم در مورد مدرسه سینا بنویسیم. سوم، بند سومو ما میایم در مورد فضای فیزیکی مدرسه می‌نویسیم که اتاقهاش چند تا هست، اتاقها بزرگه، کوچیکه، انظر امکاناتی که درش وجود داره چگونه هست، چه اتاقهایی داره، اتاق مثلا آزمایشگاه، نمازخونه، سالن امتحانات، هر چقدر داشته باشه در مورد سخت هم اینجا می نویسیم، سخت و نصف مثلا. میایم در مورد امکانات رفاهی که توی مدرسه وجود داره می نویسیم. خب این هم در حد 2 خط اینجا می نویسیم. خب بعد میایم میبینیم تا 3 و 2 5 5 و 5 10 خط و نیم در مورد مدرسه سینا نوشی، علاوه بر اینکه توی بخش آغازینی توضیح هم دادیم در بخش پایانی هم نتیجه میگیریم. خب حالا همه اینها موقعی که ما میخوایم بنویسیم، یکی از حواس بسیار مهم ما که در این زمینه میتونه به ما کمک بکنه حس بیناییه. خب شما میخواید در مورد مدرسه بنویسید، باید این مدرسه رو دیده باشید و در موردش توضیحاتی که میخواید بگید، توصیفاتی که میخواید بنویسید حتما دیده باشید که اتاقاش چگونه، کلاس هفتم، کلاس هشتم، کلاس نهم چند تا اتاق داره، تعداد میزها و صندلی هایی که توی کلاس ها وجود داره، همه اینا رو ما باید ببینیم. مثلا نمازخونه، سالن امتحانات، هر چیزی که توی مدرسه وجود داره ما باید ببینیم، از حس بیناییمون خوب استفاده بکنیم و بنویسیم. شما وقتی که دارید وارد این مدرسه میشید، در مدرسه چگونه هست، در مدرسه چه چیزایی هست، دانش آموزایی که وارد شدن کجا بیشتر قرار میگیرن، ورودی مدرسه چگونه هست، اون تابلو در مدرسه چگونه هست، داخل حیات مدرسه، داخل کوریدور یا همون سالن اتاقها چگونه هست، همه اینها رو با توجه به اون حس بینایی و دیدن که ما اول باید اونا رو دیده باشیم بعد توصیف بکنیم، حتما باید انجام بگیره و بر اساس همون حس بینایی ما پیش بریم و بنویسیم. خب اینجا بچه ها یه داستانی هست که این داستان رو من براتون میخونم، بعد شما قضاوت بکنید که چگونه حس بینایی رو اینجا مشاهده کرده. صفحه 41 رو بیارید همتون، صفحه 41، صفحه 41 بیارید. آقا یک داستانی هست که از حس بینایی اینجا استفاده کرده، دقت کنید. صندوقچه مادر بزرگ گنجینه خاطرات من بود، مادر بزرگم همیشه با دیدن من سراغ صندوقچه قدیمیش می رفت و
نقل و نباتی دستم میداد، انگار تمام دارایی های مادر بزرگ در آن صندوقچه بود. همیشه در آن را با دقت قفل میکرد. پس اسم یا موضوع انشای ما صندوقچه مادر بزرگ هست. بعد این دو سطر و نیمی که اینجا ما خوندیم بخش آغازین هست که ما داریم در مورد صندوقچه توضیح میدیم. حالا از حالا به بعد میایم بخش میانی. ببینیم بخش میانی ما توی این انشایی که الان داریم ما میخونیم به نام صندوقچه مادر بزرگ چند بنده. بند اول: صندوقچه به شکل مستطیل و چوبی بود و روکشی پرنقش و نگار از جنس فلز داشت که بر روی چهارپایه چوبی خود در کنج اتاق مادر بزرگ جا خوش کرده بود. درش به سمت بالا باز میشد و دوباره به طرف پایین میآمد و روی آن را میپوشاند. بچه‌ها نگاه کنید، اون چیزی که دیده نویسنده داره بیان میکنه و مینویسه. پس بنابراین وقتی که ما داریم توی انشاهامون مینویسیم از حس بیناییمون خوب استفاده کنیم، دیده‌هامون رو بنویسیم. شما وقتی که وارد مدرسه میشید چه چیزایی رو دیدید توی مدرسه؟ در مدرسه کی اولین نفری که باز میکنه؟ کی وارد مدرسه میشه؟ یا اولین نفری که شما دیدید توی مدرسه کی بود؟ کجا ایستاده بود؟ چه کار میکرد؟ معاون بود؟ مدیر بود؟ یا خدمتکار بود؟ کی بود مثلا توی مدرسه؟ بنابراین دانش آموزی که اولین دانش آموزی که دیدی در حال مثلا بازی کردن بوده، دویدن بوده، در حال درس خوندن بوده، اون دیده های خودتون رو باید بیان بکنید. کتابش کجا بود؟ کیفش چگونه گرفته بود؟ پس حس بیناییمون استفاده میکنیم. بر دیواره جلویی آن سه ردیف حلقه بربدنی صندوق قرار داشت که میله ای فلزی از میان آنها عبور میکرد و قفلی به شکل نیم دایره در آن حلقه ها جای میگرفت و مادر بزرگ چند بار کلید را در آن میچرخاند تا قفل شود. کلید به رنگ قهوه‌ای سوخته بود. ناگهان بچه‌ها حتی رنگش هم مشخصه برای ما. پس ما از حس بینایی باید دیده‌های خودمون رو روی کاغذ بیاریم و بنویسیم و شبیه پیش خطوط دایره‌ای به دور آن چرخیده بود. پس بند اول تموم شد. حالا بریم سراغ بند دوم. بند دوم در مورد چیه؟ همونجور که ما اینجا هم گفتیم توی بخش میانی ما بند بند می‌کنیم، هر بند در رابطه با یه موضوع جدیدی باید باشه. دنباله این کلید نخ کلفت و خاکی رنگ به طول 20 30 سانت داشت که به روسری گلدار و بلند مادر بزرگ گره می‌خورد و بلافاصله بعد از قفل کردن در جیب داخلی سمت چپ جلیقه مادر بزرگ جا می‌گرفت. گاهی هم برای اطمینان بیشتر آن را از سوراخ جا دکمه‌ای جلیقه رد می‌کرد و بعد در جیبش جا می‌داد تا دیگر دست هیچ سارقی به آن نرسد. اصلا کسی جرأت نمی‌کرد به آن چپ نگاه کنه. پس ناگهان این بخش یا بند دوم ما در مورد خود کلید و اون بند کلید و یا به قول معروف کلید با وسایلی که دوربرش بوده و کجا قرار میگرفته و چگونه بوده. خلاصه بند سوم: تمام شکل شمایل صندوق درست و دست نخورده هنوز در ذهن من باقی است. من در خاطراتم دنبال آن روسری و جلیقه مادر بزرگ میگردم تا شاید کلید صندوق را بیابم و اسرار کودکی های خود به نفس های مادر بزرگم را در آن پیدا کنم. با توجه به صندوقی که تصویرش هم زیر اون نوشته میبینید بچه ها. پس بنابراین بچه ها وقتی که ما میخواییم در مورد یک موضوعی انشاء بنویسیم حتما دقت داشته باشید که ما موضوعمون بر اساس این چهار مرحله از نوشتن باشه. مرحله اول موضوع، مرحله دوم بخش آغازان یه توضیح در مورد موضوع، بخش میانی هست که ما میه موضوع اولیمونو به موضوعهای کوچکتر یا ریز موضوعها تقسیم میکنیم و در بخش پایانی اگر نیاز باشه نتیجه میگیریم. بخش پایانی بعضی وقتا بچه ها نیاز به نتیجه گیری نیست. همین داستانی که الان اینجا خوندی در مورد صندوقچه مادر بزرگ بخش پایانی نداشت که بخویم نتیجه بگیریم، همش داستانه. پس بنابراین بعضی وقتا که ما داریم یه داستان بیان میکنیم اونجا دیگه نیاز نیست که ما حتما نتیجه بگیریم. پس نتیجه نیاز نیست. اما بعضی وقتا هم ما از نوشته های خودمون یه هدفی داریم. هدفمون چی بوده که این موضوع رو انتخاب کردیم و نوشتیم؟ در پایان هدفمون هر چی هست توی در حد دو خط، سه خط یا چهار خط می‌نویسیم، اون میشه بخش پایانی یا نتیجه گیری که ما باید انجام بدادیم. خب این از درس سوم. بریم صفحه 42 رو نگاه کنید. خب تو صفحه 42 بچه‌ها موضوعات انشایی هست. این موضوعات انشایی آنچه در مسیر خانه تا مدرسه، مثلا شما یه روز از مدرسه تا خونه چیزی که توی بین راه دیدید باش با حس بیناییتون یا به قول معروف با چشمتون دیدید و
اونا رو حس کردید با حس به قول معروف بینایی، چشایی، بویایی، هر کدوم از این حسای خودتون دیدید باید و شنیدید و بویدید بنویسید توش چه چیزی دیدید، چه چیز کوچک بزرگ، چه بوهایی را شنید، حس کردید. پس بنابراین از حواسمون به نحو احسن استفاده کنیم توی انشا نویسی. مشاهده مسابقه فوتبال از روزنه تور دروازه، دیدن یک مورچه که باری را میکشد، دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. خب اینجا ما باید از حس جاسازی یا جانشین سازی استفاده کنیم که دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو، ما باید خودمون رو به جای آهو بذاریم. وقتی که یک شکارچی میبینه چه حسی به خودش میگیره یک آهو و از زبان یک آهو باید بنویسیم. صحنه ورود یک موش، یا شما میتونید یک مثلا مارمولک رو به خانه رو بنویسید. شما اگر توی خونتون یک روزی مارمولکی وارد شده، مارمولکی دیدید توی خونتون، یا یه موش توی خونتون دیدید، اینو به صورت یک داستان بیان بکنید و از حس بینایی، شنوایی، صداها و همچنین داد و فریادهایی که دوربریاتون زدن، چیزایی که گفتن، هر چیزی شنیدید روی کاغذ بیارید و بنویسید انشالله برای نمره این هفتهتون. پس بیشتر از این چون ما وقت نداریم بریم سراغ درست نویسی، که توی بخش درست نویسی کتابی توی صفحه 44 نگاه کنید. گفته کتابی را هفته پیش خریده بودم خواندم. کتابی که هفته پیش خریده بودم را خواندم. جمله اول را نگاه کنید، درسته، اما جمله دوم اومده یه را بین فعل اول و فعل دوم قرار داده، اینجا اشتباهه. پس وقتی که ما داریم یک جمله ای رو می‌نویسیم و دو تا فعل داره، دیگه نیاز نیست که ما بینشون نشانی مفعولی را بذاریم، با یک کاما میتونیم از هم دیگه جداشو کنیم و بنویسیمشون. خب آره، یه جمله به عنوان مثال: مردمی با مشتهای گره کرده که پیش میرفتن را دیدم. خب میگیم چی؟ مردمی با مشتهای گره کرده میرفتن، مردمی را که، اینجوری باید بگیم، مردمی را که با مشتهای گره کرده میرفتن دیدم. پس اون رایی که اونجا هست اشتباه هست و ما باید بیاریمش کجا؟ بعد از نهاد قرارش بدیم، اونجا اشتباهه. پس بیاریم بعد از مردم قرارش بدیم. گلی که بوی خوشی داشت را بویدم. گلی را که بوی خوشی داشت بویدم. گلی را که بوی خوشی داشت بویدم. پس اینم هم همینجور. خب این کار این هفتهتون هست، انشاءالله حتما انجام بدید و برام حتما بفرستید که نمره هفتگیتون نمره داشته باشید. اونایی که نفرستن حتما نمره صفر میگیرن، متاسفانه مثل فارسی که الان بعضیا رو صدا زدیم نخوندن نمرهشون صفر میشه. درس انشاء هم به همین صورت حتما باید بنویسید. الانم یادداشت میکنم، خسته نباشید. اگر سوال دارید در خدمتتون هستم. خب فارسی درس هفتم سوال شد و درس هشتم گفته شد. نگارش درس سوم گفته شد. خب حالا مشق گفتی تو شاید دوباره بگید چیه؟ آقاش مشقی که گفتیم چند تا سوال از درس براتون میفرستیم، شما جواب بدید. حالا توی شات براتون میفرستم، توی واتساپ هم میفرستم، شما هر کدومش که راحت ترسید جواب بدید. خب تاها جواب سوال بپرس. عضو چی؟ آم تو واتساپ نیستی؟ آم واتساپ یا شات؟ خب یه لحظه تا من هر دو باشه، تا من شماره تو یادداشت کنم. 3924 تاها قاسمی 0924 خب 439 0924 439 107 یا
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده تا این شماره که فرستادی اشتباهه، یه رقمش اشتباهه، 0924 439 107 اشتباهه. یه بار دیگه بنویس. تاها شماره تلفنی که فرستادی اشتباه ها. خب میتونید شما توی رو شماره خودم آقا پیامک بفرست، شماره قبلی که داشتی پیامک بفرست، شماره تو بفرست یا یه پیامی بده برام تا اون عذر کنم. خب خسته نباشید بچه ها، انشالله که تنتون سالم تا هفته آینده با امید دیدار هر زودتر شما از نزدیک و توی کلاس. خدا حافظتون.